خانم طاهره از کابل. دخترم 12 سالش است. سال گذشته در ماه رمضان 20 روز روزه خود را به دلیل ضعف و سستی بدن نتوانست بگیرد. اکنون نمیدانم حکم او چیست. اگر شما مقلد آیت الله فیاض حفظه الله هستید، طبق فتوای ایشان دختری که 12 ساله هست بر او روزه واجب نیست، چون ایشان سن تکلیف دختر را 13 سالگی میدانه، بعد از 13 سالگی به سن تکلیف میرسه. اما اگر مقلد حضرت آیت الله عظمای سیستانی و برخی دیگه از مراجع اگر باشه، اونها سن تکلیف را بعد از اتمام 9 سالگی، یعنی 9 سال قمری میدانه. خب دختر شما طبق این فتوا به سن تکلیف رسیده بوده و روزه برشان واجب بوده. حالا شما میگید به خاطر که خب این ضعف داشت نمیتوانست روزه بگیره. مجرد ضعف و سستی دلیل نمیشه که انسان روزه خود را نگیره. اما اگر روزه گرفتن برشان ضرر داشته و شما خوف ازی داشتید که اگر روزه بگیره ممکنه این در گردهشان، در کبدشان مشکل ایجاد بکنه، یعنی یک ضرر متوجه ای شوه، خب در این صورت دیگر وظیفه از این روزه نبوده، ای باید فدیه پرداخت بکنه. و فدیهشان هم این هست که باید 750 گرم طعام در بدل هر روز برای فقیر پرداخت شود. حمید از کابل. مادرم مدت 76 روز روزه خود را به خاطر مشکلات بارداری، عملیات چشم و دیگر مریضی که در چند سال گذشته داشت نتوانست بگیرد، ولی کفاره آنها را داده است. اکنون نمیدانم تکلیف او چیست. روزه هایی را که مادر شما به خاطر مریضی نتوانست بگیره، اگر مریضی ایشان از این رمضان تا رمضان سال آینده ادامه پیدا کرده، در این صورت فقط برای هر روز باید 750 گرام طعام به یک فقیر پرداخت بکنه و قضا بر ایشان واجب نیست. اما اگر روزه هایی را که به خاطر مسائل بارداری نگرفته، به خاطر روزه هایی که نگرفته باید 750 گرام طعام به یک فقیر پرداخت بکنه بابت هر روز. البته این مسئله هم در فرض است که ماهای آخر حمل و ماهای آخر بارداری باشه و بعداً قضای آن روزها را هم باید بگیره. قضای روزه هایی که به خاطر بارداری خورده شده به هیچ وجه از انسان ساقط نمیشه و باید حتماً قضای آنها گرفته شه. خانم سهیلا از کابل. خواهرم مدت 7 سال می شود که به دلیل مریضی نمیتواند روزه بگیرد، ولی کفاره آن 7 سال را داده است. امسال خوب شد، روزه اش را گرفته است، اما توان گرفتن 7 سال گذشته را ندارد. لطفاً تکلیف او را نیز بیان نمایید. خب کسی که مریض هست و مریضیشان از این رمضان تا رمضان بعدی ادامه پیدا میکنه، دیگر یک همچو کسی وظیفهشان روزه گرفتن نیست، قضای روزه هم برشان واجب نیست، فقط وظیفهشان پرداخت فدیه هست. فدیه هم به این صورت هست که در بدل هر روزی از رمضان سال گذشته 750 گرم طعام برای فقیر فدیه پرداخت میکند. حالا خواهر شما که 7 سال ای به خاطر مریضی روزه گرفته نتوانسته، قضا به گردنشان واجب نیست، فقط فدیه به گردنشان واجبه. شما هم میگید که کفاره پرداخت کرد. حالا شاید منظور شما از کفاره مو فدیه است که 750 گرم در بدل هر روزه. اگر همین 750 گرم طعام در بدل هر روز از رمضان های روزه رمضان های گذشته که روزه گرفته نتوانسته پرداخت کرده، دیگه هیچ تکلیفی نداره. فدیه که پرداخت فدیه که تکلیفشان بوده انجام داده، قضایی هم که به گردنشان دیگر واجب نیست که تا قضا بکنه. خانم مروه از کابل. خواهرم مدت 3 سال روزه ماه مبارک رمضان را نگرفته و تا هنوز قضا هم نکرده. خواهشمندم تکلیف او را روشن سازید. اگر خواهر شما بدون کدام عذر شرعی روزه خود را افطار کرده، در این صورت کار حرام انجام داده و از طرف دیگر برای هر روز کفاره بسیار سنگین به گردنش می آید که باید برای هر روز یا 2 ماه پی هم روزه بگیره یا
یا برای هر روز 60 فقیر را سیر بکنه. حالا یک فرد دیگرش هم آزاد کردن بنده هست که فعلا بنده وجود نداره، یک از این دو کار را باید حتما انجام بدهد و همچنان قضا هم به گردنش واجب میشه. وظیفه این شخص اینه که اگر روزه های خود را بدون عذر شرعی خورده، باید هم قضا بکنه و هم کفاره پرداخت بکنه و بعد از این هم تصمیم بگیره که دیگه به هیچ وجه در ماه رمضان روزی خود را نخوره. اما اگر از روی عذر بوده، حالا عذرها فرق میکنه دیگه، به خاطر سفر بوده، به خاطر مریضی بوده، به خاطر حاملگی بوده یا کار دیگر، عذرش فرق میکنه. اما اگر بدون عذر بوده، باید همین کار را که عرض کردم انجام بده. خانم هدیه از برچی: من در سال گذشته 3 روز روزه رمضان را نگرفتم. اکنون نیز توانایی روزه گرفتن و کفاره دادن را ندارم. لطفاً مرا رهنمایی کنید. اگر شما روزه هایی را که نگرفتید به خاطر یک عذر بوده، مثلا مریض بودید روزه گرفتن نتوانستید، خب در این صورت اگر این مریضی شما از رمضان تا رمضان بعدی ادامه داشته، خب اصلا وظیفه شما قضایی نبوده، فقط پرداخت فدیه بوده. اما اگر بدون عذر شما عمدن روزه هایتون رو نگرفتید، خب در این صورت وظیفه شما یه هست که هم باید قضا بکنید و هم باید کفاره پرداخت بکنید. حالا شما میگید من قضایشان رو گرفتم. خب قضایشان رو که گرفتید، تکلیف شما از این ناحیه ساقط شده، ولی در قبال کفاره اگر عمدن روزه هایتون رو خوردید، خب ذمه شما هنوز مشغول هست، یعنی کفاره به گردن شما هست. کفارهشان هم به این صورت هست که باید 60 روز رو روزه بگیرید در بدل هر روزی که روزه را عمدن خوردید، یا 60 فقیر را اطعام بکنید. حالا که شما توانی ایره ندارید که فدیه پرداخت بکنید یا کفاره پرداخت بکنید، فعلا وظیفه شما یه است که استغفار کنید. هر موقعی که توان پرداخت فدیه و کفاره را پیدا کردید، او زمان اگر وظیفه شما فدیه بوده، فدیه پرداخت بکنید که 750 گرم طعامه. اگر وظیفه شما کفاره هست، او زمان کفاره را پرداخت بکنید که 60 روز روزه بگیرید، یا اینه که 60 فقیر را اطعام کنید. خانمی هستم از کابل. من به خاطر مشکل گرده چند سال می شود روزه گرفتن نمی توانم. تا زمانی که امکانات مالی داشتم، کفاره روزه های قضا شده را می دادم، ولی مدت 5 سال می شود که نتوانستم کفاره آنها را بدهم. لطفاً رهنماییم کنید. وقتی فعلا شما توان ندارید برای پرداخت کفاره، بهترین کار برای شما اینه که استغفار بکنین. پیشگاه پروردگار عالم استغفار بکنین برای از اینکه توان پرداخت کفاره را ندارید. خانم صدیقه از کابل: مادرم روزه های قضایش را گرفته است، ولی توان فدیه دادن را ندارد. آیا او می تواند به جای فدیه استغفار کند؟ اگر توان پرداخت فدیه رو به هیچ صورت نداره، چون یک دفعه ممکنه 2 روز توان فدیه رو داره، 3 روز توان فدیه رو داره، به همون مقداری که توان فدیه رو داره باید همون فدیه رو پرداخت بکنه. فدیه که اوقت زیاد نیست دیگه، 750 گرم طعام در بدل هر روزه. خود در بدل هر روز اگر این توان پرداخت فدیه را داره، خب فدیه پرداخت بکنه. اگر توان ای را ندارد، بله دیگه فعلا وظیفهشان یه است که استغفار بکنه، همین استغفار کفایت میکنه. ولی بعدن اگر توان پرداخت فدیه را پیدا کرد، او زمان هم او فدیه ای که به گردنشان هست پرداخت کنه.